سایت پربازدید جی‌ام‌ویز پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب جی‌ام‌ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جی‌ام‌ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. من مسیحی نیستم ولی همه مسیحیان را دوست دارم. من زرتشتی و بودایی و هندو و یهودی و مسلمان نیستم ولی همه آنها را دوست دارم. من ایرانیم ولی از چین تا ماچین، از شرق تا غرب و شمال و جنوب را دوست دارم. خدای من خدایی است مهربان، عاشق، بنده نواز و زیبا آفرین. مذهب من عشق به همه انسانها در همه جا و در هر زمان، از هر رنگ و هر نژاد، هر مرام، هر دین و تحت لوای هر پرچم و کشور. تنها ملاک من انسان بودن است. انسان کلام من درود و ترانه دوستت دارم. با لبخند به دیدار تو آمدم. در دست من شاخه‌ای زیتون به رسم صلح و در دست دیگرم گلهای زیبایی به رسم دوستی. از جنگ و خونریزی و ظلم و بیداد بیزارم. از جهل و خرافات و استثمار ملتها بیزارم. از دزدی، غارت، خونریزی، اعدام و کشتار متنفرم. آرزو دارم در این سال جدید لبخند بر لب کودکان و مردم باشد، اشکی ریخته نشود، اعدامی صورت نگیرد و صلح و آرامش در همه جا حکم فرما باشد. این سال، سال 2024 را نه فقط به دوستان مسیحی بلکه به همه جهانیان شاد باش میگویم و برای تو دوست عزیز نیز آرزو دارم همه آرزوهایت به حقیقت بپیوندد و آنقدر شاد باشی که اشکهای شادیت صورت زیبایت را بپوشاند. فرخنده باد سال نو، برقرار باد انسانیت. این موزیک ویدیو رو تقدیم میکنم به همه شما عزیزانی که الان این برنامه رو مشاهده میکنید. که یه روزی میای به خونه من، خبر میاد دوباره میاد بهار به گلشن. میدونم در میگردی امید هستی من، دوباره آغاز میشه بهار و مسی من. میرسه مشته به من باز اومد امید من، بعد روزای خزان دوباره اومد امید من. میرسه مشته به من باز اومد امید من، بعد روزای خزان دوباره اومد ایده من. برف و پارو میکنم، راه و جارو میکنم، خونه رو با این خبر دوباره این رو رو میکنم. خبر میاد میاد میارم، میاد امید دل دارم. زمستونم بهار میشه، میاد بهار گل بارم.
شو غلی گز پرتن لکی مره به دتیا خشته لدتیا دتیا قلی تقل و گلتی بشماین دتیا دتیا به تکل کنشنه بی ورده به تقلنه توز لیخت و آل اقل و آل و به مایه زنه به تکل کنشنه بی ورده به تقلنه توز لیخت و آل اقل و آل و به مایه زنه به شو غلی گز پرتن آنی آل و لدتر اختر خیشه مده به دتیا آین به دتیا دتیا به دتیا آین به دتیا خلمانی مره به دتیا لبه مره گدس برده خیومه دتیا به دتیا با درودی گرم داروش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. امیدوارم سال جدید براتون سالی سرشار از شادی و موفقیت و آزادی باشه برای همه مردم دنیا. سال جدید مختص مسیحی ها نیست، در خیلی از کشورهای غیر مسیحی هم در جهان سال جدیدشون با سال میلادی شروع میشه و در هر صورت ماها به خصوص در این شرایطی که هستیم خیلی نیاز به امید و شاد بودن داریم تا خودمون رو برپا نگه داریم. هر جشنی رو به هر مناسبتی شما هم جشن بگیرید، بذارید روحیتون شاد باشه برخلاف چیزی که جمهوری اسلامی همیشه میخواد. حلیمه یعقوب زنی فقیر که کشورش را سرشار از ثروت کرد. حلیمه یعقوب جوانترین عضو یک خانواده 7 نفره از نژاد مالایی در سنگاپور که پدرش را در 8 سالگی از دست داده و پس از 10 سالگی به همراه مادرش که صاحب یک غرفه مواد غذایی بود کارهای خدماتی همچون شستن، تمیز کردن و پاک کردن میزها و ارائه خدمات به مشتریان را انجام می داده. اما او بعدها رئیس جمهور سنگاپور شد. در زمان ریاست جمهوری این خانم درآمد سنگاپور به 2 تریلیون دلار افزایش یافت. گذرنامه سنگاپور قوی ترین گذرنامه در دنیا شد. بیکاری را به 1% رساند. تمام مالیات ها را از محصولات سنگاپور حذف کرد. سنگاپور را به 8th کشور امن جهان تبدیل کرد. درست عین مدیریت مسئولان جمهوری اسلامی. یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را به خاک مذلت نشوندن. اصلا حیرت انگیز بود. یکی میگفت برای خراب کردن هم هنر میخواد، این همه خرابی رو هر کسی نمیتونه انجام بده. حیرت انگیزه. یک برنامه مستندی رو ساختن، یه آخوند میشنه با دخترها و پسرها بدون سانسور، حتی حجاب هم لازم نیست داشته باشن، میشنه صحبت میکنه هر چی دلشون بخواد اونا میگن. البته نمیدونم آخر عاقبت این کار به کجا میکشه، ولی تیکه های خیلی جالبی داره. یه بخشش، یه بخشایش رو من حالا تو چند برنامه براتون پخش میکنم. ببینید یه قسمتش رو. صدا
خب این یه اشکال فنی این ویدیو داشت که صداشو نتونه. خب دیگه تکلیفم مشخص. حقیقت مسئولان جمهوری اسلامی همشون دولت مستضعفین به قول خمینی، تمام مسئولان فرزندانشون رو فرستادن خارج از کشور برای تحصیل به اصطلاح. خیلی حیرت انگیز این صحبتهایی که میکنن. بریم بخشی از این کلیپ ها رو نگاه کنیم. در ایران میدانند ما برای بحث ازدواج خب واقعا خواستگاری متعدد میانم. بهشون گفتم که خودت گفتی لیسانس دیگه، الان لیسانس رو گرفتی که شما ازدواج کن. باش. گفت من شما یه خواهش دارم. گفتم چی؟ گفت بابا من رو به قدرت و به ثروت نده. خب من دامادم واقعا افتخارم بهش میکنم. از یک خانواده‌ای که رزمنده، خانواده شهید، یه جوانی که روزی که با دختر من ازدواج کرد نه ثروتی داشت نه پول. چرا برخوردی میکنید؟ چون خود شما هم از این راند استفاده میکنید. وقتی استفاده کردید نمیتونید برخورد کنید. بچه های شما خوب هستن؟ همه خوبن. کجا رفتن؟ هرگی یه طرف دیگه، یکی هولنده، یکی دیگه رومه، فرانسه، هرکی یه گوشه یه دیگه. میخوام تلاش کنم برم رشته‌ای که داخل کشور نیست. من بهش گفتم بابا جان اگه رشته‌ای هست خارج از کشور که داخل کشور نیست و کشور نیاز داره، بنده اقبال دارم و استقبال میکنم تو بری. دخترم کلاس دوان گرونه. اینجا با توجه به تغییر رشته که میخواست بده، عملا براش امکانش نبود که بره تو مقطع بالاتر. برای پذیرش چند جا رو امتحان کرد و بالاخره اونجایی که پذیرش گرفت. آره سرم ماشینه گرونه. یه داماد دیگه دارم ژاپن و در آمریکا هم کار پژوهشی کرده. ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمده و بعد از اونجا آمده دختر ما رو گرفت. بردن آمریکا یه سه سالی بودن. سه سال بودی؟ دروغ مروغ زیاد بازی به ما میگن. بسه تکبیر نگید. ایران حکومت مردم است، حکومت مستمندان است، حکومت مستضعفان است. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند. ما ترجمه کلمه مستضعفین رو تا حالا نفهم کردیم کسانی که دارای ضعف هستن و سستی و درآمد ندارن و فقیرن، ولی حالا فهمیدیم که نه، اینا وقتی میگفتن حکومت مستضعفی یعنی حکومت ملاها، ما متوجه نمیشدیم، تقصیر اینا نبود. دو سارق وارد یک ویلا شدند و پس از جستجو گاف صندوق را پیدا کردند. دزد بزرگ اونو با تجربه خودش بدون نیاز به هیچ شکستگی باز کرد. پر از پول بود. دزد پولو بیرون آورد، روی یکی از صندلی‌های دور میز نشست و به دزد جوان‌تر گفت ورقا رو عجیب در بیار بیرون. سارق جوان حیرت زده گفت بیا فرار کنیم قبل از اینکه وجود ما رو احساس بکنن. اگه بخوایم بازی کنیم و تو خونه بازی کنیم میان میگیرنمون. سارق متخصص به شدت اونو سرزنش کرد و گفت من رهبرم، همون طوری که میگم عمل کن. در یخچالم باز کن، سه تا قوطی آبجو و سه لیوانم بیار. مرد جوان با ترس ورق و بیرون آورد و شروع کردن به بازی کردن و نوشیدن. سارق متخصص گفت تلویزیونم روشن کن، صداشم تا آخر ببر بالا.
مرد جوان تردید کرد و سارق متخصص او را دوباره تنبیه. سارق جوان در حالی که مات و مبهوت بود به حرف استادش عمل کرد و با این تصور که استادش دیوانه شده. او از ترس می‌لرزید، زیرا می‌دانست آنها را دستگیر کرده و به زندان خواهند برد. صاحب ویلا بیدار می‌شود، تپانچه در دست گرفته و به دزدان می‌گوید چیکار می‌کنید؟ دزدید؟ هیچ کس حرکت نکنه وگرنه شما رو خواهم کشت. دزد متخصص اهمیتی نمیده و به دوست جوانش میگه بازی کن، به اون توجه نکن. صاحب قصد به پلیس زنگ میزنه. پلیس میاد، صاحب قصد بهشون میگه اینا دزدن، این پولی هم که جلوی اوناست از خونه من سرقت کردن. سارق متخصص به پلیس میگه این مرد دروغگوه، اون ما رو دعوت کرد که با اون بازی کنیم، در واقع بازی کردیم و اونو بردیم. وقتی تمام پول خودشو از دست داد، اسلحه‌اش رو درآورده و میگه یا پولو به من پس بدین یا با پلیس تماس میگیرم، به اونا میگم که شما دزدین. افسر 3 قوطی آبجو و پولای پراکنده رومیز رو نگاه کرد، همچنین صدای بلند تلویزیون رو به سارقان که در حال ورق بازی بودن و هیچ کس هم بهشون اهمیت نمیداد نگاه کرد. پلیس به صاحب قصد گفت شما تو خونه خود قماربازی میکنید و وقت شکست میخوری به ما زنگ میزنی، اگه دوباره این موضوع رو تکرار کنی من تو رو به زندان میندازم. سپس افسر به طرف در رفت تا بیرون بره. سارق متخصص بهش گفت جناب سروان اگه برید بیرون این ما رو اینجا تنها گیر میاره میکشه. این چنین شد که دو سارق با پول و تحت حفاظت پلیس از خانه خارج شدند. سارقان بزرگ نه تنها ثروت کشور را میربایند، بلکه تحت حمایت قانون این کار را انجام میدهند. این وضعیت کشور ماست، پول مملکت را میدزدند، با صدای بلند هم میدزدند، در کمال آرامش آبجو می نوشند و تحت حفاظت پلیس پولها را به خارج از کشور منتقل می کنند. محرم و سفر و انتخابات و راه پیماییام همون صدای تلویزیونه برای ردگم کردن و فریب دادن مردم و ما. اما یک مطلب جدیدی رو ما کشف کردیم و این بود که میگن آقا مسلمونا دانشمند ندارن، فلان ندارن، کم دارن. جدید ها، قبلا خوب داشتن، الان ما فهمیدیم آقا انیشتین مسلمون بوده، یواشکی مسلمون شده کسی نفهمه، ولی چون سند و مدرکش هست دیگه الان رو شد دیگه، از این به بعد باید بگیم سید انیشتین مثلا. نگاه کنین مدرکش رو. پروفسور حسابی و توسط پروفسور حسابی با مرحوم آیت الله العظمى بروجردی آشنا میشه. 40 تا نامه نوشته بین ایشون و آقای بروجردی، هی نوشتن هی جواب. این نامه ها الان در لندن در یه موزه خصوصی موجوده، حفظش کردن. مطالبی که اونجا انیشتین بیان کرده و پایان کارش که مسلمان میشه و به آقای بروجردی نوشته، شما من رو با حقیقتی بسیار بزرگ آشنا کردید که هیچ کس نمیتونه من رو از این حقیقت جدا بکنه. شما من رو با رهبرانی، با امامانی، تو اون نامه ها که تبادل شده بعضی از احادیث و از بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی که برای انیشتین ترجمه کرده بودن در احادیث معراجیه، وقتی مطالعه کرده نوشته این احادیث دریای علم. من حالا میفهمم قاعده نسبیت در زمان و قاعده نسبیت در مکان و نسبیت در ماده. قبل از من 1400 سال پیش پیغمبر اینا رو بیان کرده و حل کرد. وقتی میخواست بمب اتمو بسازه از دو مرجع جهانی اجازه گرفت، یکی از پاپ، یکی از مرحوم آیت الله حاج سید ابوالحسن اصفهانی، مرجع بزرگ مسیحیت و مرجع بزرگ مسلمان ها. پس یادتون باشه این انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی با اجازه پاپ و مرجع بزرگ مسلمان ها بود. چه چیزایی میگن، آدم اصلا مات میمونه، مبهوت میمونه. خب اون بخشی که صدا نداشت سپر عزیز زحمتش کشید درستش کرد، با صدا الان براتون پخش میکنم. آخوندی که یک مستند ساخته با جوانهایی که بدون سانسور حتی بی حجاب میشینن جلوش صحبت میکنن، خدا آخر عاقبتشون رو به خیر کنه. ببین میشه بپرسم چرا نمیرید؟ شما فکر میکنین کی میره؟ شما تهش قطعا. نه خواهم بگم کسی که اومده میره، کسی که هست که نمیره که. کل
جمهوری اسلامی رو دارم میگم که این قضیه تموم بشه، کل سیستم یه سه نفر دیگه دقیقاً از هم بپاشه، یه عده دیگه بیان مدیریت کنن، شاید قضیه درست و شاید قطعاً درست میشه. از این پس از واقعاً از این بحث دیگه کاری بهتره. یه چیزی بگم، من میگم روحانی اصلا روحانیون، آره روحانیون بمونن چون هستن، کشور ما کشور اسلامیه، بمونن کشور که دینش اسلامه، ولی سیستم جمهوری اسلامی بره، اون آقایی که اونجا تو کرسی رهبریت نشسته بره، کلا بره، نباشه، نه خودشو میخوام نه پسرشو میخوام، هیچ کسا نمیخوام، بره. خب دیگه تکلیفم مشخص شد. من بیکار میگردم. خب شما آخه بیکار میگردین ولی در عوضش مبلغ دریافت میکنیم. ما بیکار میگردیم ولی چیز دریافت نمیکنیم. از دولت که اینا پول نمیگیرن. میدونین از کجا میگیرن؟ از کجا میگیرن؟ از حوزه میگیرن. خب حوزه از کجا در حوزه رو میگن؟ آ چون شما نمیدونین میخوام توضیح بدم. خب نگاه کنین از خمس این پولها داده میشه، پشت خمس و زکات ترسیه که دین ایجاد کرده، یعنی ترسیه که چه دینی؟ الان شما خمس میدید؟ شما خمس برده خود خیلیتون بده، پس چه ترسی داریم؟ ترسی نیسته. من ترس ندارم، خیلی از آدمایی که خمس میدن، زکات میدن، روزه میگیرن از ترس اون آتیش جهنمیه که آخوند انداخته تو دل مردم. نه آخوند راستشو بگم، من به هیچ آخوندی نمیتونم خوشبین باشم. آفرین. من اصلا همین حرفو میخوام ازتون بشنوم دیگه. مجموع حرف من اینه که تمام آخوندا دستشون توی خون جوانای مملکتیه که همینطور کشتن، حتی سینما رکس، حتی کوی دانشگاه کلا، حتی سال 96 دیما. آقا با حرف زدن میتونه شما رو محجب کنه؟ نه. چی کار کنه محجب شی؟ هیچ کاری. عقیدم عوض نمیشه. اصلا اشتباه نگاه کنید. من هیچ وقت این لجه رو مخصوصا با زور سرم نمی کنم. چه بدون زور چه با زور. خب از چی انداختین داره گردن اخی؟ جدی سوال هستم. همکاراتون دم مترو مثل همکار ما چه؟ نگاه. حالا قسمت‌های مختلفش تو برنامه‌های مختلف براتون پخش می‌کنم. دختری از کوچه باقی می‌گذشت، یک پسر در راه ناگه سبز گشت، در پیش افتاد و گفت او سلام، بعد از آن دیگر نگفت او یک کلام. دخترم ما ناگهان و بیدرنگ، سوی او برگشت مانند پلنگ، گفت با او بچه پر روی خفن، می‌دهی زحمت به بانوی چومن؟ من که نامم هست آزیتای صدر، من که زیبایم مثال ماه بدر، من که در نبش خیابان بهار میکنم در شرکت رایان کار، دختری چون من که خیلی خانومه، 29 ساله مجرد دیپلومه، دختری که خانهش در شهرک است، کوی پنجم نبش کوچه نمره 60، در چه مورد با تو گردد هم کلام؟ با تو من حرفی ندارم و سلام. تلفنم میدادی دیگه بگو دیگه. آقا یکی از این مارکت سوپرمارکت مالای بزرگ یک ابتکار خیلی جالبی زده، اومده یه آسانسور گذاشته. میدونید توی ایام کریسمس بچه‌ها میرن پیش سانتا میشینن و ازش آر میگن مثلا ما آرزو داریم اینجوری بشه اونجوری بشه، عکس میگیرن با سانتا اینا. ولی این خیلی کار جالبی کرد، یه در آسانسور گذاشته، گفته هر کی میخواد بره قطب شمال خونه سانتای واقعی بیاد سوار آسانسور بشه. اینا میان سوار آسانسور میشن و میرن و نگاه کنین خیلی جالبه. Go ahead in. Good job. Hello, welcome in. Oh my goodness. Hey. Where are we staying? Hi. Hi. You guys want to sit
خب بریم سراغ ساسان خان کریمی و تقلید صدا و نه ساسان کریمی نیستش، این از شورت میوز عروسکی سیاوش قمشی و گوگوش با هم اجرا کردن، نگاه کنید چقدر زیبا. خب دوستان عزیز، میخوام ببرمتون برای یک بانوی زیبایی که همسر ایرانی داره، کلماتی رو از شوهرش یاد گرفته داره شعر میکنه با بقیه. بریم یه بخشیش رو با هم نگاه کنیم. And mannerisms I love in my husband's Iranian culture. The first one is dasada nakune. Dasada nakune means don't pain your hand. You say dasada nakune when someone brings you food, a drink, washes dishes after you, opens a door for you, helps you in some way, brings you shopping, whatever nice gesture they do for you, you literally just say dasada nakune, and it's so respectful and meaningful. Second is khasta nabashi. Khasta nabashi means don't be tired. I like to say this to my husband when he comes home from work. When he walks in the door, I say, hi, baba, khasta nabashi. It's just a respectful thing I can say back to him when he comes home from a hard days of work. And he also says it to me when he comes home. He knows I've been busy at home all day with my son and all of the work at home. So he says to me, khasta nabashi. I also say this when I go to his family's house, when someone comes home from work through the door, I stand up, I say, hi, khasta nabashi. It's just so respectful and it's showing them that you care, that they've had a hard day's work. Next is fadatsham. Fadatsham you say to very, very close friends and family. It literally means I die for you. So pretty much you're having a conversation with someone and at the end of the conversation, we say, I love you, bye. They say fadatsham. I say both to my husband. I say, I love you. I say fadatsham. I say it to my in-laws, my mother and padar. I say it to all of his family members that I'm close to. It just means I'd die for you. Next would be pet names like Azizam, Eshgam, Junam, Nafasman, Jigaraman. These are just really cute names like babe, baby, honey, my love. And I just love that they sound so cute. I call a lot of the women in the family Azizam. I call my husband Junam, Jigaraman. I call my son Jigaraman. Jigar means liver, so it's like the good bit and the special bit of the meat. I just love that the endearments are just so touching. It's just, it melts my heart. Another thing I love in the Farsi language is when you're having a conversation, instead of saying, hey, what's up, you go, hi, chekaba. Chekaba means what's up. And you always reply with salamati. If you're listening to any Iranian have a conversation, you always hear chekaba, salamati. And my husband and I have a lot of fun with this. He says to me, chekaba, and I always reply with salami. We have a really cute way that we talk Farsi. It's almost like a baby language within the language. So we like to change words into really cute little words. So he always says chekaba, I always say salami, and then I say cheki, he says salami. And this is how we keep our relationship really nice and healthy with communicating, because if we're addressing each other with really high endearment names, then of course we're going to have a nice conversation. Let me know if you want to hear other words that I love in the Farsi language. I'm learning so much more and I'm really enjoying knowing a second language. I never thought in my life that I'd know another language like I learned Farsi, and I'm so shocked. If you want to know how I learned, با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کاملترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی مجدد به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داریوش باقری هستم در برنامه این روزها و امیدوارم که سال جدید براتون سالی سرشار از موفقیت و پیروزی و شادی باشه. بریم یه نگاهی کوتاه بکنیم به رخدادهای نه چندان خوشایند سال 2023.
جنگ در اوکراین دومین سالش را پشت سر گذاشت. صربستان عضو اتحادیه اروپا شد. فنلاند به عضویت ناتو پذیرفته شد. جنگ قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان چند بار شعله کشید. جنگ خونین غزه به فهرست جنگ‌های دنیا اضافه شد. کرونا مهار شد. شورش گروه واگنر در روسیه ناموفق بود. زمین لرزه مرگباری ترکیه و سوریه را تکان داد. مردم جهان به زلزله زدگان ترکیه کمک کردند، اما در سوریه دقیقاً روشن نشد چقدر تلفات به بار آمد. چند طوفان مرگبار در آفریقا، آمریکا و کانادا به اضافه چند سیل بنیانکن و یکی دو آتش فشانی مهیب در آسیا و اسپانیا خبرساز شدند. هوش مصنوعی گسترش پیدا کرد. جیمز وب دومین سال مأموریتش را شروع کرد. توییتر اسمش را ایکس گذاشت. جمعیت هند از جمعیت چین بیشتر شد. دمای جهان همچنان رو به افزایش است. رئیسی از ترس دستگیری از دو سفر مهم اروپاییش صرف نظر کرد. موج اعدام‌ها در ایران افزایش یافت. خلاصه سالی جدید آمد و مبارزه مردم ایران برای آزادی همچنان ادامه دارد. تقویم های جهان را ورق بزن. در هر صفحه اگر سالی نو می شود، تو نیز تازه شو. در هر صفحه اگر جشنی برپاست، تو هم جشنی برپا کن. در هر جایی اگر ایده است، تو هم ایدی بگیر. در هر نقطه اگر کسی شادمان است، تو هم شادمان باش. با هر شروع خجسته ای ما نیز مبارک می شویم. آقا اتفاق جالبی افتاده. آقای طایب اومده. طایب یکی از گردن کلفت‌ترین آدم‌های رژیمه که در بیت خامنه‌ای همه کاره بود و خیلی گردن کلفت بود. خلاصه همه ازش حساب می‌بردن. توی یکی از این سخنرانی‌هاش اومده گفته که این ناوای آمریکایی، این ناوای آمریکایی که برای ما جوجن که ما اولا میامدن. گوش بدید فقط اون آخرش که میگه طرف باید با لهجه صحبت میکنه، اونشو گوش بدید. الان هر ناوه آمریکایی وقتی میخواد وارد خلیج فارس بشه، دم جزیره بوموسا و وایسه، بعد وایسه ازش میپرسی تو کی هستی. اینا اوائل انگلیسی حرف میزدن، سپاه گفتش که حیفه و فارسی حرف بزنن. یارو اومد و انگلیسی، این به فارسی. خلاصه یه دفعه به انگلیسی گفت تا فارسی نگی نمیذارم. مجبور شدن همه ناوهای نظامی انگلیس و اینا همه مترجم گرفتن. وقتی میرد اونجا یارو باید فارسی حرف بزنه. گفت از این به بعد بهشون بگیم با لهجه باید جواب بدن. یعنی بیسیم چیه؟ ما اگه رشدیه داره رشدی لکی حرف میزنه، او باید کی لکی جواب بده و الا نمیذاره رشد. یعنی بی نظیرن ایناها. آلبرت اینشتین خطاب به دیدید تو بخش اول دیدیم که آلبرت اینشتین از مراجع قم اجازه گرفته بود برای اینکه بمب اتمی رو بسازه. در ضمن خیلی هم چیز بود دیگه، مسلمان هم شده بود. آلبرت اینشتین خطاب به چارلی چاپلین میگه آنچه که من بیشتر از هر چیزی در مورد هنر تو تحسین میکنم جهانی بودن آن است. تو کلمه‌ای بر زمان نمیآوری، اما دنیا تو را میفهمد. چارلی چاپلین در پاسخ گفت صحیح، اما کار تو بزرگتر است. همه دنیا تو را تحسین میکنند. تو صحبت میکنی در حالی که هیچ کس نمیفهمد تو چه میگویی. راجع به فرضیه نسبیت رو میگه. آقایون بسیجی ها و بچه حزب اللهی ها جمع شدن جلوی در کلیسای جلفا، صلوات فرستادن و مسخره کردن مراسم اینا و حضرت مسیح و غیره، و اصلا یک تمدنی رو به نمایش میذارن این حزب اللهی ها و بسیجی ها که ثبت باید بشه در تاریخ. نگاه کنید رفتن پشت در کلیسا دارن چیکار میکنن. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد آل محمد صلوات. دوبو صلوات. دوبو دوبو میشه مولان صاحب فرستری تو کلیسا صلوات. سلامتی عیسی مسیح جیزس کرایست سلام. 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 سلام.
پیرمردی که فقط 8 تار موی روی سرش بود به آرایشگاه رفت. آرایشگر پرسید موهاتون رو کوتاه کنم یا بشمرم؟ پیرمرد لبخند زد و گفت رنگشون کن. زندگی یعنی لذت بردن از هر آنچه که داری. یک کلیپی دیدم دقیقا مصداق بارز مسئولان جمهوری اسلامی در حل مشکلاتن. یعنی اگر یه مسئولی یه مشکلی رو نتونه حل کنه، حتما یه مسئول دیگه هست که بتونه مشکل رو حل بکنه. همینجوری نگاه کنیم فقط. اینجوری مشکلات جمهوری اسلامی حل میشه. میگه چند تا نصیحت شب تعطیلات و عید و ایناس بذاری یه ذره با هم بگیم بخندیم، خسته شدیم از بس حرفای سیاسی زدیم. چند تا نصیحت مهم خوشمزه با معنا. میگه تو زندگی مثل قیم نظری باش که دیگران برای به دست آوردنت از جون و دل مایه بذارن. تو زندگی مثل فسنجون باش که هر کسی وسعش نرسه بخورتت. تو زندگیت مثل نیمرو باش، نه املت، که واسه خودت دوست داشته باشد نه برای گوجه. تو زندگی مثل پیاز باش که حتی در حال خرد شدنم اونقدر قویه که اشک همه رو در میاره. تو زندگیت مثل خیار باش، هر وقت خوبی کردی و یکم هم تلخی بکن که روشون زیاد نشه. تو زندگیت مثل آبگوش باش که با سیلی صورتشو سرخ نگه داشته، همش نخود و لوبیاست ولی اسمش آبگوشته نه آب نخود. عرضم به حضورتون که یک مجری تلویزیون در ترکیه، میدونید ترکیه یکی از کشورهای حکومتش هم از حکومت اسلامیه دیگه، خود چیزم که قربونش برم باشه، اما مجریای خیلی گردن کلفتی داره. چند تا من تالا از اینا پخش کردم، یکیشون باز آورده، یکی از این اسلامی‌ها رو آورده دراجب تپ اسلامی، یک بلای این تپ اسلامی و تپ سنتی و تپ نمیدونم چی و چی و اینا. حالا مفصل صحبت میکنیم، نگاه کنید چی کار میکنه با این آقا. Diyor ki Buhari'nin üstüne bu Davut'ta geçiyor. Kim sabahleyin 7 tane acı ve hurması yerse onu da getirdim. Buyurun. Acı ve hurması. Evet, evet. Yani ben yerim zevkle. Size de tavsiye ederim Ebu Bekir Bey'e de. Teşekkür ederim. O gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bakın bu hurmayı yiyene sihir ve zehir zarar vermiyor. Bir tane de fare zehri getirin. Buyurun burada duruyor. Şimdi Ebu Bekir Bey'e soruyorum. Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeği birine tavsiye edebilir mi? Kendisi böyle bir şey yapabilir mi? Bunları din adına savunmak bir ihanet değil mi? Bunun işte kütübüsü de duruyor. Buyur işte hurma, işte zehir. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Çok son derece sahih bir hadis. Ve şifadır. Ve şifadır. Buyurun ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Al onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih dedi bu sahih. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Buyurun tavsiye edin için. Okur diye. Hemişe miktarı hakikat پشت جمله شوخی کردم. یکم کنجکاوی پشت کلمه همینطوری پرسیدم. قدری فضولی پشت به من چه اصلاً و اندکی درد پشت اشکالی نداره هست. ما همیشه فکر میکنیم که کشورهای عربی خیلی به دین و مذهبشون اعتقاد دارن و خیلی پیگیرن، چون خب بالاخره دین اسلام از عربستان اومده، بالاخره عربا و اینا. یک گزارشگر تلویزیون رفته تو خیابون تو عربستان از جوونا پرسیده اسم پیامبر اسلام چیه، ببینیم چی جواب دادن. علیه السلام. ابوبکر. چه اسم ابو رسول علیه السلام؟ چه اسم ابو رسول علیه السلام؟
اعرف الاسم بس ناسي والله. شو اسم ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بالدين الاسلام. شو اسم ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ علي بن طالب. شو اسم ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما اعرف. شو اسم ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ابو من هو ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما اعرف. من هو ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ابو الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المنطلب. شو اسم ابو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ این چشم چه بود آه که ناگه گشودی، این فتنه دیگر چیز که از خواب گرانج است. من بودم و دل بود و کناری بود و فراقی، این عشق کجا بود که ناگه به میانج است. وحشی بافقی یا بافقی، بافقیه. عرضم حضورتون که آقا روزخونی شبی 100 میلیون تومان. نگاه کنین تو تیرون تی کرده بود یه دهه یه میلیون. بهش گفتم تو دیگه از این حسنتی طلب نداری، یا اگه تو مردی من زنده باشم نمیذارم بریم سن خادم الحسن، میسم خادم دلار نه خادم الحسن. تی نکن وقتم چی؟ اول بریز بعد میام. اسمسش بیا، خیال نکنه روی موبایلات چیزک بیلک میکنند. سه رو ساعت سم سم میکنه شبیه 100 میلیون پول گرفته. آره بابا بریم حالا قلی رو ببینیم انشاش راجع به همین جریان نوشته. یزید تو شو خوب اومد آخرش، نگاه کنین. یکی بود یکی نبود، تو بندر عباس یه مراسمی بود که شهردار اونجا براش یه مداح از تهران آورده بود و برای یه رب مداحی تو اون مراسم به 60 میلیون تومن پول داده بود. دیروز خبر این ولخرجی و رسوایی رو یکی منتشر کرد، به گوش مردم رسید، مسئولان مربوطه اینقدر عصبانی شدن که استعفا دادن، عذرخواهی کردن، پولو پس گرفتن. نه دیگه، خبرنگاری که خبر رو منتشر کرده بود دستگیر کردن. بله بچه های گلم، اینجا ایرانه. حالا چی نوار خاموش کنین، یه دنه مداحی مفتکی بخونم جگرتون بسوزه. آی مسهل مونا، طرف یه رو بروزه میخونه 60 میلیون تومن میجیره، اون وقت پدر من یه ماه جون میچنه همش 60 میلیون بهش بول میدن. همه با هم آی جناب مسئولی یزید تو. دیگه آی جناب مسئولی یزید تو. یکی با اوائل انقلاب بعد از اینکه دیده بوده اینا ارمنی بود، گفت خدا رو شکر میکنم که خمینی اومد. هی گفتن چرا، برای چی شکر میکنی؟ گفت اگه یزیدتون میومد چی میکرد. عرضم حضورتون انتهای برنامه میخوام براتون کیه کیه در میزنه رو براتون پخش کنم که یک یادی از خاطرات قدیمم بکنیم. قشنگه. عرضم به حضورتون که اما کتابای آقای ویکتوری رو فراموش نکنید، دو کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی. دوستان یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر برنامه زنده با جناب ویکتوری من دارم که حتما دیدنشو به شما توصیه میکنم. دو کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی هم در اون برنامه راجبش صحبت خواهد شد. این دو کتاب از پیدایش جهان یعنی بیگ بنگ شروع میشه تا پیدایش کهکشان ها و ستاره ها و سیارات و کره زمین و بعد به وجود آمدن موجودات از تک سلولی هایی که زیر دریا بودن تا میرسن به آدم و تشکیل خانواده و پیدا شدن مذهب و پیدا شدن خدا و خیلی چیزهای دیگه راجع به سفر موجودات فضایی به کره زمین آیا بوده یا نبوده، راجع به سفر خیلی خیلی مطالب هستش که حتی مثلا راجع به دعا که آیا میتونه تاثیرگذار باشه یا نباشه، همه رو به صورت علمی نگاه کرده. دو کتاب نفیس خدا دین علم و پدیده‌های فضایی با چاپی بسیار عالی به دو زبان انگلیسی و فارسی در یک جلد، یعنی نصف کتاب فارسی نصف کتاب انگلیسیه، همون مطالب به فارسی و انگلیسی نوشته شده و هدیه بسیار مناسبه. قیمت کتاب ها 100 دلار بوده قبلا که الان اگه میخواستم بدم باید 200 دلار میدادم، ولی در تلویزیون پارس این دو کتاب رو به جای 200 دلار میتونید 120 دلار بگیرید. تعداد زیادی نمونده،
حتما زنگ بزنید 818-451-5678 دو کتاب رو به قیمت 120 رو یعنی 80 دلار تخفیف میگیرید، به علاوه هزینه پستش. البته پستش رو حتما در نظر بگیرید، حالا بستگی داره که کجا باشید. اینه که این فرصت استفاده کنید، کتاب رو تهیه کنید، میتونید چند تا هم بگیرید برای مناسبت‌های مختلف به عنوان هدیه به ایرانی و غیر ایرانی ها، چون هم فارسی هم انگلیسی، چون کیفیت چاپم بسیار بسیار عالی هستش، خیلی خوب میتونید اینا رو به عنوان هدیه به هر کسی بدید. جیل باکس 500 رو هم فراموش نکنید، همونطوری که در یکی دو برنامه قبل گفتم دستگاه‌های جیل باکس اچ، جدیدترین مدلش جیل باکس اچ 500 احتمالاً از شاید نمیدونم چند روز دیگه یا آخر این ماه دیگه بدون ماهانه عرضه نمیشه. الان هنوز میتونید دستگاه جیل باکس 500 رو بخرید با قیمت 389 دلار از خود کمپانی. میگه به این شماره که زنگ بزنید، حتما به این شماره زنگ بزنید که دستگاه بدون ماهانه تنظیم شده آماده، قیمت 389 دلار بگیرید. هر جام تو هر کشوری هم هستی اونجا انباره، براتون از همون انبار میفرستن، دستگاه میاد در خونتون تحویل داده میشه، آماده است، وارانتی روش دارین. در آمریکا و کانادا 1 سال، در اروپا 2 سال وارانتی دارید که اگه یه موقع مشکلی هم پیدا شد دستگاهتون رایگان عوض میکنن. به این شماره که زنگ میزنید دستگاه رو سفارش میدین، اولا خیالتون راحت، دستگاه اصل اورجینال جی ال باکس. اگه دستگاه قدیمی خیلی قدیمی دارین یا دستگاه متفرقه دارید، تا هنوز دستگاه آنلیمیتد هستش و بدون ماهانه است، زنگ بزنید یه دستگاه سفارش بدید. دستگاهتون هم از موقعی که بازش میکنین و استفاده میکنین وارانتی شروع میشه. خیالتو اگر الان هم لازم ندارین میتونین بذارین، هر موقع بازش میکنین و وصلش میکنین وارانتی شروع میشه. به این شماره ولی زنگ بزنید که دستگاه جی ال باکس رو خیالتون راحت باشه، اصل و اورجینال رو میگیرید. و از همه مهمتر به این شماره که زنگ میزنید سفارش میدید، اگر سوالی، کمکی، راهنمایی بعدن خواستین، چون از این شماره خرید کردید، میتونید دوباره به این شماره زنگ بزنید و سوال کنید. ولی اگر از این شماره خرید نکرده باشید، متاسفانه چون اطلاعاتتون موجود نیست، هیچ کمکی متاسفانه نمیشه کرد. اینه که حتما به این شماره زنگ بزنید که بتونید از خدمات بیشتری بهره مند بشین. و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. خدایا نگهدار. نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه.